حمله انتحاری در سروچ، شهری کردنشین در جنوب شرق ترکیه. هدف این حمله جوانانی بودند که خود را آماده ی رفتن به کوبانی در آن سوی مرز این کشور با سوریه می کردند. حمله تروریستی که روز 20 ژوئیه به وقوع پیوست و جان 32 تن را گرفت. در پی این حادثه که با موجی از انتقادها نسبت به دولت ترکیه همراه بود، آنکارا برای نخستین بار مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی را مورد حمله هوایی قرار داد. در واکنش به حمله انتحاری سروچ، پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه نیز مسئولیت انجام تعدادی حملات مرگبار بر ضد نیروهای پلیس این کشور را بر عهده گرفت. این گروه شبه نظامی آنکارا را به حمایت پنهانی از نیروهای دولت اسلامی بر ضد کردهای سوریه متهم می‌کند. بلافاصله پس از این اقدامات، جنگنده‌های ترکیه پایگاه‌های پشتیبانی نیروهای پیکاکا را در مناطق کوهستانی شمال عراق بمباران کردند. این نخستین حملات نیروهای نظامی ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان پس از توافق آتش‌بس در سال 2013 محسوب می‌شود. به اعتقاد تحلیلگران، در صورت برگزاری انتخابات قانون‌گذاری زودهنگام در ترکیه، این حملات دوگانه می‌تواند به عنوان برگ برنده‌ای برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور محسوب شود. اردوغان روز سه‌شنبه بار دیگر با تأکید بر حق کشورش برای دفاع از خود گفت: حقیقت ماجرا این است که از دیدگاه من ادامه روند حل اختلاف با افرادی که وحدت ملی و برادری را در این کشور مورد تهدید قرار می‌دهند غیر ممکن به نظر می‌رسد. در واقع بسیاری از ناظران بر این باورند که آنکارا در نظر دارد مانع گسترش نفوذ کردها در شمال سوریه شود. از زمان شکست‌های اخیر نیروهای دولت اسلامی در کوبانی و تل‌آبیض تا کنون شبه نظامیان کرد عضو یگان‌های مدافع خلق کنترل بیش از نیمی از منطقه 900 کیلومتری واقع در مرز سوریه با ترکیه را در دست دارند. آنکارا نگران است این نیروها با متصل کردن منطقه کردنشین افرین به اراضی تحت کنترل خود یک کردستان سوری را در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه تشکیل دهند. و اما در داخل ترکیه، حزب عدالت و توسعه هنوز نتوانسته با پیروزی ماه ژوئن حزب دموکراتیک خلق‌ها کنار بیاید. این حزب که یک تشکیلات چپگرای کرد به شمار می‌رود، اکنون چهارمین نیروی سیاسی ترکیه است که 14 میلیون کرد در آن زندگی می‌کنند. حزب عدالت و توسعه اینک اکثریت مطلق را در پارلمان از دست داده و این مسئله مانع رسیدن این حزب به هدفش مبنی بر تغییر قانون اساسی و چرخش از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاست جمهوری است.